خودمانسی رو پیدا بکنید بار ارواهی رو به صفحه ها سخته زمون خوره رو در واقع در حالت کلی بارها رو در واقع خرید بکنید چی هست و این هم رو گفتم که از روش تصویر در واقع این کار رو بکنید ببینید برای همچین مسائلی که خب طبیعتاً وقتی یه بار کلی در واقع هستش و شما رقصانها هم در واقع دارید دو تا رقصانها اینجا دارید میتونید از روش‌های مختلفی که در واقع گفته شده یعنی معادله لاپلاس حل معادله لاپلاس یا روش تصویر یا روشی که امروز یه روش جدید دیگه براتون خواهم گفت از اینا استفاده بکنید ولی اینکه کدوم یک از اینا رو استفاده بکنید این خودش یه مسئله در واقع هست و اینکه هر تشخیص بدید کدوم یک از اینها میتونه مفید واقع باشه گاهی اوقات ببینید که تمام روش ها میتونه به جواب منجر بشه منتها یکی از این روش ها ساده تر از بقیه در واقع هست بنابراین اینکه کدوم یک از اینا رو انتخاب کنید شما باید با سیاقت هم متوجه بشید که کدوم یک از اینا خود مسئله شفاف هست خودش رو نشون میده که کدوم یک از این روش ها رو استفاده کنید یعنی همین مثلا معادل لاپلاس رو که دستگاه های مختلف گفتیم یا روش تصویر رو یا روش مثلا ضرایب پتانسیل رو که امروز راجبش خواهم گفت ببینید این مسئله رو اگر بخواییم روش تصویر مثلا حلش بکنیم میایم کاری که میکنیم این هستش روش تصویر اون بود که من این صفحات رو صفحات رسانه رو بردارم جایگزین بکنم با یه سری بار این بارها بتونم سطوح هم پتانسیلی که به وسیله این رسانه ها تولید شده رو به من بدم اگر تونستم یه سری بار بچینم بارهای تصویری و اینها بچینم به طوری که در واقع این یک سطح هم پتانسیل بشه این کره و این یک سطح هم پتانسیل بشه جواب مثلا رو پیدا کردم پس مدل لاپلاس هم که به اصطلاح یک جواب یکتا داره بنابراین این شرایط مرزی چون ارضا کرده بنابراین جوابی که دست آوردم جواب اصلی من هستش برای این کار بکنم ببینید برای فرض بکنیم که من بیام یه باری رو اینجا در نظر بگیرم بذارم توی مرکز این کره اسمشو بذارم Q1 این بار Q1 یک سطح هم پتانسیل کروی ایجاد میکنه درست؟ بنابراین این رو میتونه هم پتانسیل بکنه اما این رو هم پتانسیل نخواهد کرد نتیجه این هستش که من باید بیام مثلا به فاصله دی از این اینجا یه بار منهای کیو بذارم منهای Q1 بذارم که این صفحه رو هم پتانسیل بکنه این من مصرف کیو و منهای کیو این صفحه رو هم پتانسیل کرد حالا با گذاشتن این منهای کیو این صفحه هم پتانسیل میشه اما این کره چی خواهد شد؟ باز از هم پتانسیل بودن میافته درسته؟ بنابراین من کافیه که حالا برای این کره یاد گرفتیم که اگه یه منهای کیو اینجا داشته باشیم یه مثلا Q2 رو من اینجا قرار بدم اون فاصله مشخصی که داشت این و این میتونن دو مرتبه یه پتانسیل ثابتی اینجا ایجاد بکنن مثلا پتانسیل صفره که با این Q1 باز همون پتانسیل ثابت خواهد شد که این Q2 مقدارش چیه؟ اگر مثلا فرض بکنم شعاع این کره رو A بگیرم این فاصله هم 2D در واقع هست کیوژوه هستش Q1 ضرب داره چی؟ ضرب داره A تقسیم بر 2D اگر Q2 رو من Q1 ضرب داره A2D رو انتخاب کنم این منهای Q و مثبت Q یه پتانسیل صفر اینجا به من خواهد داد درسته؟ اون جلسه قبل نشون دادم دیگه این Q1 هم که یه پتانسیل ثابت اینجا رو هم میده پس حالا با این وضعیت این کره حالا هم پتانسیل شد اما این صفحه از هم پتانسیل میده باز میافته
این کار رو هی تکرار میکنم. این کیوزو اینجا در واقع به این فاصله چقدر بود؟ این فاصله حساب کرده بود آدو تقسیم برای چی؟ تقسیم برای دو دی. درسته؟ آدو تقسیم برای دو دی شعه کره، تقسیم برای فاصله این تو مرکز کره که دو دی هست. حالا این مثبت کیوه اگر به این فاصله هستش دی من های آدو تقسیم برای دو دی، اینجا هم همین فاصله رو اسمش رو بذاریم مثلا من های کیو دو. حالا این دوتا و این دوتا این سفر رو هم پتانسیل میکنن، کره رو میندازن، این من های دو کیوه دو مرتبه کیوه سه اینجا ایجاد میکنه و به همین ترتیب که البته جمع این بار ها میبینید که در نهایت بی نهایت بار اگر من یه این بر اونور بچینم این بارها آخرش به سمت صفر میل میکنه و بنابراین جمع همگرا در واقع به دست خواهد اومد. بله خط وسطش هم برای هم پتانسیل میشه. شما میگید اون نقطه یه چیزی بده. یه دفعه میگید ببین چی کار چی شما میگید یه کره. خب من چی کار بکنم؟ یه نقطه شما میام این فیلم وسط این و قرینش نسبت اون صفحه انتخاب بکنی. این صفحه بله این قرینه یه نقطه نه مرکزش، یه نقطه وسطش اگه انتخاب بکنی وسط کجا؟ توی کره. خب قرینش رو میگم در اون صفحه همه بر هم پتانسیل میکنه. قرینه این کره؟ قرینه اون نقطه که مثلا کره گذاشتیم نسبت به صفحه. من همین دارم میگم این کره او این نسبت به این صفحه قرینه این نقطه رو نسبت به این میشه این اوپرینه. این نقطه اون یه خرده هست. یه خرده بقل او؟ یه اون خطیه رجب خودت پاشو اینجا ببینید چی میگید. شما میرید مرکز کره رو دارید میگید قرینه شو نسبت به صفحه دارید میگید. من هم میتونیم بفهمیدم. حالا شما خود میگید چی با میکنید؟ شما هم یکی رضایی همچنین نقطه اینجا داشته باشید. این رو پیدا شما این رو به قرینه شدید اینجا هست. خب به حال این صفحه هم جاسه. حالا شما برای من باراشون چه جوری میچینی؟ بار چی میذاری کنید؟ یه بار ثابت میکنید این رو هم پتانسیل نمیکنید؟ هر یکی رو ولی کره چیه؟ خب به حال دیگه اینجا رو نگفتیم که یه سری جایگاه اینجا هستن که یه سری کره هستن که اینا هم پتانسیل میشن. نه برای خط بار اما اون بسه خط بار رو تفاوت نمیکنه اینجا من خط بار کره این در واقع سطوح هم پتانسیلی که در واقع شما دارید میچینید اینطوری اصلا این کار رو نمیکنه. یعنی این و اون اصلا این پتانسیل این یه چیز هم پتانسیل ایجاد نمیکنه. میتونید بنویسید ببینید اصلا هم پتانسیل رو بشه نه اصلا به دست نمیاد. همین از این هسته که اگر این کار رو این کار با این بارهای محدود اصلا اتفاق نمیفته. ولی اتفاقی که میفته این هستش که من اگر یه بار کیو یک اینجا بذارم این هم پتانسیل میکنه بسان این رو نمی کنه این رو باید کیو میذارم این هم پتانسیل میکنه. وقتی این رو گذاشتم این کاره حالا هم پتانسیل نیست میام کیو دو میذارم اینجا تا این کاره رو هم پتانسیل رو بکنه باید این به هم میکنه. این رو همینطوره ادامه رو بدم به همین ترتیب تا این بارها میان تا لبه این هم تا این نزدیکی های اینجا در موقع میاد و این اون وقت میشه هم گیرا. حالا نما بکنید چه اتفاقی خواهد افتاد این مسئله که تصفح ما به دست آورده. پس چیزی که من گفتم این هستش که یک کیو یک دارن در مرکز کره، یک کیو دو دارن که هستش کیو یک ضرب در آ تقسیم بر دو دی، یک کیو سه دارن اگر نگاه میکنید با این کیو دو یک کیو دو هست ضرب داره چی؟ ضرب داره A تقسیم بر
فاصلش از این فاصله این تا این مرکز که پس دو دیه منهای این فاصله، که این فاصله هم همین آدو دیوم بود، بنابراین میشه دو دی منهای آدو تقسیم بر دو دی. فاصله این کیو دو تا مرکز کره این فاصله، پس این دو دی منهای این، این هم که با این برابره، یعنی همین آدو دو دیوم. و همینطور ادامه بدم، کیو چهار یه ضریبی در کیو سه و الی آخر. بنابراین این چیزی که به دست آوردیم اینه که به جای کیو دو، یا من از اینجا کیو یک بذارم میشه آدو تقسیم برای دو دی آدیوم، آدیوم کجا هستش، بعد این دو دی منهای آدو تقسیم برای دو دی کیو یک و الی آخر دیگه. اینا رو ننویسم. اگر توجه بکنید این رو میتونم به یه شکل دیگه هم ننویسم. فرض میکنید که من برای اینکه آ تقسیم بر دودی هی تکرار در واقع میشه، اسمشو فرض میکنیم که آر بذارم، اسمشو بذارم آر در داره کیوی یک. اینجا اگر از یک دودی فاکتور بگیرم، اگر از یک دودی فاکتور بگیرم، آ دو تقسیم بر دودی به قوه دو دست میاد که میشه آر دو، پایین هم میشه یک منهای آر دو ضرب داره کیوی یک. و به همین ترتیب اینو ادامه بدم. پس این آر این هست ترتیب آ تقسیم بر تعریف بکنیم آ تقسیم بر کلی و اینا رو انجام بدیم. خب بار کلی که در داخل این کره هستش، بار کلی که در داخل این کره هستش، اسمش رو اول گذاشته بودم کیوی بزرگ، درست؟ من در ابتدا چی گفتم؟ گفتم کره‌ای به شعاع A دارم که بار کلش کیو هست. پس معناش این هستش که این کیو یک، کیو دو، کیو سه تا الی آخر باید همون کیو بشه. بارهایی که من تصور کردم باید همون کیو در رو به دست بیارم. پس این هست کیو یک به اضافه کیو دو به اضافه چند تا نقطه، که این هستش کیو یک در یک به اضافه آر به اضافه آر دو تقسیم بر یک به نوبه آر دو و الی آخر. این بار کلیه که در واقع داخل این کره فرض کردیم که باید معادل با همون کیوی باشه که در ابتدا گفتیم در واقع باشه، که روشن هستش که اگر توجه بکنید پتانسیل مربوط به کیو دو و منهای کیو یک که اینجا هستش پتانسیل صفر ایجاد میکنن. به کیو منهای کیو دو با کیو صفر باز پتانسیل صفر ایجاد میکنن. پس اثری که در واقع این بارها داره برای پتانسیل رو کره مربوط فقط به همون کیو یکی هست که تو مرکز هست، چون این دو به دوها پتانسیل صفر روی کره ایجاد خواهند کرد جمعشون. بنابراین این پتانسیلی که روی کره هستش، اگر من اسمشو بذارم این پتانسیل کره هستش کیو یک تقسیم بر چهار پی اپسیلون صفر ای. پتانسیلی که کره داره فقط ناشی از اینه. ببینید من یه سری بار اینجا چیدم، این کره رو اصلا بذارید کنار، کره و این سفر رو بذارید کنار، کل باری که در واقع داخل این هستش کیو یک تا کیو ان در واقع هست اونجا نوشتم. اما میدونم که این بارهایی که اینجا هست و بارهایی که اینجا هستش دو به دو هم دیگر رو خونسا کردن روی این کره، پس پتانسیلی که این کل این بارها ایجاد میکنن در یک کره ای که اینجا روش رسان رو گذاشتیم معلومه به همین کیو یک هست که توی مرکز هست. و بنابراین پتانسیل کره من اینه. پتانسیل مربوط به این رسانه چیه؟ به زمین بست صفره. کیو یک برای کیو یک اون رو صفر کردم، کیو دو برای کیو دو صفر کردم و الی آخر. بار تصویری روی این مثلا رسانه چی هستش؟ منهای کیو یک، منهای کیو دو تا کیو ان، یعنی همین باره هستش. پس باری که روی این هستش کیو هست، کل باری هم که روی این در واقع اومده الغا شده همین بارهای تصویری هستش که منهای همین کیوه خواهد شد. انگار که شما یه خازن دارید که بار روی یکی از این
کره ها مثبت کیو هست، روی یکی از این صفحات منهای کیو هست، یه فازل تشکیل دادن که به این ترتیب پتانسیل و بار رو دارید. بنابراین به راحتی شما میتونید ظرفیت رو حساب کنید. ظرفیت از قبل یاد گرفتیم از گذشته، حالا تکرارش هم خواهیم کرد چند جلسه دیگه. اگه چند دو تا رسانه مثلا داشته باشید که بخواید ظرفیت حساب بکنید، میومدید یه بار مثلا کیو روی این یه بار منهای کیو روی میرفتید و بعدش میگفتید اختلاف پتانسیل اینا رو چقدر هست، کیوش رو تقسیم بر وی میکردید، میگفتید که این هست ظرفیت. بنابراین اگر این رو تقسیم بر این بکنید، کیو یکا هست خواهد شد و به دست میارید یک تقسیم بر چار پی اپسیلون سه ای در یکی به اضافه آر به اضافه آرگو یکی به اضافه آرگو و الاخر. بنابراین ظرفیت یه همچین کره و رسانهای صفحه رسانهای بسیار طویل به صدا ظرفیتش یه همچین چیزی هستش. خیلی روشنه که قبلا شما برای یه تک کره یادتون هستش که ظرفیت تعریف میکردید، یه کره ظرفیت خازن کروی رو یادتون هستش که چی بود. وقتی که یکی از این رسانه ها میرفت بی نهایت، رسانه های کروی میرفت بی نهایت، ظرفیت برای تک کره تعریف میکردید، این میشه 4 پی اپسیلون صفر ای. حالا اگر این صفحه رسانه رو ببرید بی نهایت خیلی دور بکنید، یعنی که بی خیلی بزرگ بشه، ظرفیت این همچین فازن کروی که اینجا در واقع دارید آرش وقتی دی خیلی بزرگ بشه آر به سمت صفر میایم می‌کنیم، جملات میشن صفر و همون چهار پی اپسیلون صفر ای در واقع به دست میاد که قبلا به دست آوردیم. شما چه سوال داشتید؟ درسته شک میکنه، ولی این سری رو بعد سری‌های بی‌نهایت رو در واقع توی با محک‌هایی که توی ریاضی یک و ریاضی دو در واقع خوبی چک بکنید که همگرا هست یا نه. این یه بله همگرا میشه، در واقع این واقعیتش اینه که فیزیکش داره به ما میگه که همگرا در واقع میشه، ما از فیزیک میگیم، ولی ریاضیاتش هم من چند جمله بعدی اینا بنویسم که یکم این چیزی که میگم روشن‌تر در واقع بشه. یادتونه من جزئیات رو بنویسم واسهتون. جو چهار، جو چهار میشه آر سه تقسیم بر یکی بزنید پای آر دو، یکی بزنید پای آر دو، یکی بزنید پای آر دو کیوی پنج، کیو پنج هم واسه تو پنج بیسته. میبینید یه شکلی به دست میاد که به راحتی اون وقت میتونید از روی در واقع نوع شکل پیدا بکنید که به صدا جملات بعدی چی هست. آر چهار هست یک منهای آر دو، ببینید همون جمله قبلی هست، یک منهای آر دو، یک منهای آر دو و یک منهای آر دو تقسیم بر یک منهای آر دو و یک منهای آر دو. اینو اگه شکل رو ببینید صورت به توانش داره زیاد میشه، تو مخرج مخرج قبلی داره تکرار میشه، اینجا میاد اینجا بعد یک منهای آر دو به یک منهای آر دو اینجا تکرار میشه. اینجا اگه نیا بکنید این توان رو بالاتر، مخرج قبلی تکرار شد بعد یک منهای آر دو به یک منهای آر دو این یک قبلی در موقع داره اونجا تکرار میشه و جملات بعدی همینطوری میبینید که ادامه پیدا میکنه. بعد اون وقت میشه از اون معنی‌هایی که توی ریاضیات در واقع میبینید که این یه چیز سریع همگرا به دست خواهد اومد. و تو برای پتانسیل ما گفتی این دو وکتور با هم همگرا ساز میکنن، تو این سریش بی‌نهایت میشه، نمیتونی هر چیزی رو میتونی نظم پتانسیال رو عوض کنید، عددهای دیگه هم بیشتر بیاد. آره ولی ببین بارون به سمت صفر دارن آخرش میل میکنن، خود بارهایی که دارن این باری که اینجا نشسته نسبت به این بار مساویه، بار بعدی که میشینید مثلا نهایی کیو سی و کیو سی اینجا و کیو ان، ببینید این بارها
به تدریج کم و کم و کمتر در واقع میشه. این مقدارش خیلی عدد کوچیکی داره. تدریج نمیشه که بی‌نهایت نشه. عدد این که نشه دست بله بله ببینید منم که به اصطلاح اینو اینجا هیچ اثباتی از این در واقع ندادم، گفتم که بعد نهایتای رو در واقع ببینید اون مرتبه که برای سری حالا شما گفتید دو به دو بار تا پتانسیل روی کره رو ثابت صفر می‌کنه فقط که رو هست شما در اصل این پتانسیل رو همه کنار هم می‌نویسید بعد یکی اولی با دومی میره دومی به سوم همینجوری، ولی شما این سری بی‌نهایت جای اینا رو با هم دیگه عوض کنیم ممکنه عدد دیگه بتونیم برسیم. نه اینجا به دست میاد. اینجا این چیزی که در واقع می‌نویسید تو کیو دو میرن کیو دو کیو سه بن های کیو سه و اگه آخر همینطوره اینا دو به دو در واقع هم دیگه رو هم میکنن و اون مقادر آخر هم ببینید ما وقتی که مسئله فیزیک رو در واقع داره می‌بینیم توش این بارها دارن به تدریج اصلا تو می‌بینید همین بحثی که ما داریم می‌بینیم اینجا این شکل کیو رو در واقع نوشتید اصلا تا جمله دهم که بنویسید اون وقت می‌بینید کیو یک اونقدر کوچیک هست که اصلا در مقابل این چیزایی که در واقع کیو یکی که در واقع وارد شده اونقدر کوچیک میشه که اصلا می‌تونید تا به اصطلاح جمله دهم مثلا دیگه بس بکنید دیگه اون ارتباط در واقع بین کیو ها در واقع آخرش باعث میشه که اینها رو ببینید که دقیقا هم دیگر رو خونسا می کنن با توجه مصبت منفی و صفر در واقع در واقع ببینید بذارید این مسئله رو من احساس میکنم که همون استفاده از استفاده معادل لاپلاس جوابهای معادل لاپلاس همون خیلی خوب جا نیفته و خوبی که توی این چند روز یه خورده بیشتر کار بکنید تا برای امتحان آمادگی داشته باشید. بذارید این مسئله ای که جلسه قبل من راجع به یک کره صحبت کردم که یک خنده دور تا دورش در واقع هست اینجا به دو مرتبه بحث بکنم. کره رو من در نظر گرفتم، یه دفعه یه یاد گرفتم که چجوری رسمش بکنم تا اون مشکل برای خود نزده. یه کره اینطوری بگیریم، یعنی یه هشتمش رو بکشم که دیگه اون مشکل ایجاد کنم. بعد یا من مثلا نبیدم شد تمام شد دیگه تو کنرسن رو خود دستم شما خواهدم سی شده بارا تصویر به دست آوردیم دیگه نوشتن پتانسیل من روی کره رو نوشتم واسه تو بقیه نقاط هم شما میگیم بنویسید دیگه اونم بنویسم واسه تو بنویسید نه بنویسید بتونید هر دو کنید ببینید یک کره به شعای A مثلا در نظر گرفتیم و یه حلقه ای رو دور این در نظر گرفتیم که شعاش بود C مثلا و گفتیم که این حلقه ما یه بار تصویری رو در داخل ایجاد خواهد کرد که به فاصله چی هست از اینجا این اسمش رو اگر بذاریم بی این بی چقدره؟ بی چقدره؟ آ دو تقسیم بر تقسیم بر سی آ دو تقسیم بر سی این بار خودش کیو هست این بار خودش کیو پریم هست کیو پریم بر حسب کیو چیه؟ آ علامتش پس کیوپریم بار کلی که روی این حلقه هست در واقع شما برای حل این اومدید
از این استفاده کرده که یه عنصری رو اینجا در نظر بگیرید، عنصر بار تصویرش نسبت به این کره یه نقطه مقابلش هست در این راستا، این تصویرشه که باری معادل شبیه این داره، یه ایکیوهایی که در واقع هستش یه تصویر در داخل دارن، به طوری که این دو تا حلقه مثلا سطح همپوتانسیل روی کل کره ایجاد خواهد کرد. بنابراین همچین شکلی رو شما خواهید داشت که اگر کره شما پتانسیلش صفر باشه یه همچین وضعیتی رو دارید. حالا میخواهید یعنی کره به زمین مثلا وصل هست، حالا میخواهید پتانسیل رو در تمام نقاط فضا به دست بیارید و بعد مثلا چگالی بار سطحی رو روی کره تعیین بکنید و غیره و غیره، اون چیزایی که در سه قبل هم تاجبه صحبت کردیم. ببینید من گفتم که جلسه قبل اون بار که شما دو تا حلقه دارید، این تصمیم کره رو بردارید، دو تا حلقه دارید که یکی بارش کیو هست، یکی بارش کیو پریم هست، شعاع یکیش سی هست، یکی شعاعش بی در واقع هستش، و میخواید پتانسیل رو در تمام نقاط فضا پیدا بکنید که چی هست. خب دو تا حلقه یک تقارن فی در واقع داره، یعنی اگر مختصات کروی رو استفاده بکنید میبینید که فی رو میتونید به صورت مجموعه n r مقابل n b n r مقابل n های n به اضافه 1 پی n کسینوس تتا بنویسید. من گفتم که از اونجایی که پی n 3 پی n 1 همواره 1 هستش به ازای همه n ها، پی n ها رو این ها در نقطه یک یک هسته، معنیش اینه که اگر تتا صفر باشه، تتا صفر باشه یعنی که رو محور زد، اگر فی رو محور زد داشته باشید پیدا بکنید که چی هستش، بعد در نهایت به صورت این بست بنویسید پتانسیل رو محور زد، بعد اون وقت بیاید ضرب در پی ان هاش بکنید پتانسیل در تمام فضا به دست رو بردید. پس این جمله که اگر یک شد یعنی که تتا مساوی با صفر، یعنی که n یک اینا یک بشه یعنی پتانسیل رو روی محور زد به دست آوردید. روی محور زد دو تا حلقه دارید، قبلا جوابشو میدونید چی هست، جوابشو پیدا کردید بود کیو تقسیم برای به طور کلی بود کیو تقسیم برای 4 پی اپسیلون صفر فاصله این حلقه تا یک از این نقاط، این حلقه تا یک نقطه رو محور زد مثلا اسمشو بذاریم Z2، این فاصله اگه Z2 باشه Z2 به اضافه این فاصله یا Z2 به اضافه R2 و به یک رو شعای یک از این شعای حلقه اگر R باشه تو محور زد هم بخواییم پتانسیل به این شکل در رو در میاد که این در واقع این رو شما میتونید اگر زد شما بزرگتر از آر باشه و زد شما کوچکتر از آر باشه دو تا بست متفاوت به دست میاد. بهتون هستش که ما یک تقسیم بر آر میان پای آر پرین بستش رو در واقع میگیریم. بنابراین پتانسیل اگر زد بزرگتر از زد کوچکتر از آر باشه، آر یعنی شعای حلقه، این آر این هم یه نقطه زد، اگر زد کوچکتر از آر باشه این بس خواهد شد کیو تقسیم برای 4 پی اپسیلون صفر اون آر کوچکتر با قوه ال آر بزرگتر و به ال به اضافه یک رو مخرج بود پی ان درسته؟ یا اینکه همین رو شما میتونید بس بدید چون زد کوچکتر از آر فاکتور در رو بگیرید یه آر اینجا ظاهر میشه و بعد این رو مداخل یا اینکه مثلا میشه یک به اضافه
یکی بخونه یک دوم سر دو آر دو و بقیه دوم بس این رو می‌نویسیم دیگه. اگر آر بزرگتر باشه از آرش فاکتور می‌گیریم یا اونکه از همون بسته در رو استفاده می‌کنیم فرق نداره. این از آرش فاکتور می‌گیریم به مخرج اینجوری می‌شینه و الی آخر. اگر زد بزرگتر از آر باشه شوهر ز بزرگتر از آر باشه اون وقت تو این رابطه که اینجا داریم شما میگید از چی فاکتور میگید؟ از ز فاکتور میگید. اون وقت میشه یک منهای یک دوم چی؟ آر دو به ز دو و بقیه جمله ز ببینید یه نقطه خاص روی محور محور زد پاس دیگه. زد منظورمون اینجا همون آره. آر یه نقطه در فضا بود که می‌خواستیم پتانسیل رو دورش به دست بیاریم. اینجا جایگزین شد با زد. بنابراین منظور از زد همون آره هستش به اون رابطه. درسته؟ پس من می‌تونم اینجا آر کوچیک بنویسم، اینجا آره کوچیک بنویسم، اینجا آره کوچیک بنویسم. ببینید حتی این Z اسمشو بزنیم اصلا بکنیم R اینجا بزنیم R شما میتونید خط بزنید نمیز A خب پس این شد پتانسیل اینه روی محور Z A. حالا اگه بخوام پتانسیل رو در کل فضا به دست بیاریم فی به ازای برای مثلا این حلقه مورد نظر بود برای این حلقه و چون منظورمون این هستش که میخوام پتانسیل رو یه سطح بسانا بین این دوتا در واقع اینجا و اینجا در واقع پیدا بکنیم بیرونش هم میتونیم پیدا کنیم مثلا در بی نهایت دیگه میدونیم که بین این دوتا میخوام پیدا بکنیم. بنابراین در این نقاطی که در واقع اینجا هستش شعاع این کره A هست و شعاع این حلقه C هست بین A و C هست. بنابراین اگر میخوام پتانسیل رو برای این حلقه که اینجا هستش رو ما بین این دوتا کره حساب بکنم C بزرگتر از A و یا به عبارتی آرهای من کوچکتر از سی هست چون بین این دوتا رو میخوام حساب کنم پتانسیل بین این دوتا حلقه و این کره رو میخوام آر من کوچکتر از سی هست اما برای اینکه آرش بزرگتر از بی هست اگه بخوام پتانسیل مربوط به این دوتا حلقه رو حالا حسابش بکنم این یه چیز کلی بود دیگه برای حلقه به شعاع آر بزرگ این میشد. حالا من هدفم برای این کار این بود که بیام پتانسیل مربوط به این دو تا حلقه رو بنویسم. چون پتانسیل بین اون حلقه بیرونی و کره رو میخوام به دست بیارم. چرا این کارو میخوام بکنم؟ برای اینکه میخوام روی سطح کره نهایتاً میدان الکتریکیشو به دست بیارم و اینها اون پتانسیل به دردم میخوره. پتانسیل بیرونی دیگه اهمیتی نداره. میتونیم بنویسیمش ولی اصلا برای من اهمیتی در واقع نداره. چون میخوام پتانسیل رو بین این دو تا مرز در واقع داشته باشم که از روش مشتق بگیرم مشتق میدان الکتریکی به ما بده میدان الکتریکی رو من چگالی بار رو در واقع به من بده. درسته؟ درسته؟ خب پس برای شده چی شد؟ برای حلقه بیرونی آرش کوچکتر از سی میشه برای حلقه داخلی آرش بزرگتر از بی هست. بین این دوتاست دیگه. پس تو یکی بعد از این استفاده کنن تو اون یکی بعد از این یکی استفاده بکنن. مثلا برای حلقه بیرونی که کیو هستش چون آرش کوچکتر هستش آرش کوچکتر این
آره کوچکتر یعنی این. بنابراین برای حلقه بیرونی میریم مثلا بارش بود کیو بار کلش 4 پی اپسیلون 0 برای روی محور زد فلان دارم می‌نویسم. بعد مقدارش چی هستش؟ هست 1 منهای 1/2 آر 2 تقسیم بر شعاعش چی هست؟ سی 2 هست. شعاع حلقه بیرونی گفتیم سی هست و الاخر از روی محور Z فی این هست برای این دو تا حرف داشت و ما بین البته پتانسیل ما بین R کوچکتر از C و کوچکتر از C و بزرگتر از A شاید اون کره ما A بود دیگه نه B اینجا میخوام ما بین این کره و این حلقه به دست بیارید شاید ما بین این دوتا پتانسیل میخوام بین این دوتا وضعیت در حاضری شما بزرگتر از اصطلاح A هست و کوچکتر از C هست اون پتانسیل C همینجا شعای اون حلقه پس اون وقت برای اون یکی بارش هست این تقسیم بر 4 پی اپسیلون 0 حالا چون این ایه بزرگتر از بی هستش پس حتما از این یکی باید استفاده کنیم بنابراین کیو تقسیم بر 4 پی اپسیلون 0 آر که آر اینجا سر جای خودش میشینید یک منهای یک دوم شعاع اون حلقه که هستش بی دو اینم آر دو و الاخر پس درست شد من پتانسیل بین کره رسانان و حلقه بیرونی دارم می‌نویسم دو تا حلقه به جای کره اومدم در واقع اون بار تصویریشو در نظر گرفتم حالا بین این دو کره که پتانسیل رو میخوام بنویسم برای حلقه بیرونی بعد از این رابطه استفاده بکنم برای هر دوی داخلی از این یک رابطه باید استفاده کنم چون اون فاصله که دارم از شعاعمون حلقه بزرگتر در واقع هسته بنابراین ببینید این شد روی محور زد تازه حالا اگر از این استفاده بکنم پتانسیل در تمام فضا تونستم پیدا بکنم تمام فضایی که بین این دو تا این حلقه و این کره در واقع شده این فاصله ها این جاها در واقع هسته رو محور زدش رو پیدا کردم بقیه نقاطش رو فقط کافی در یک پی ان ضرب بکنم اینجا ببینید پی ان ها رو چجوری باید بنویسیم پس پتانسیل حالا در ناحیه بین سی و ای اما نه فقط روی محور زد بلکه در تمام نقاط این یکی با اون سی ثابته اونجایی که آر داره رو باید توجه بکنه این ثابت ها کیو تقسیم داره 4 پی اپسیلون 0 سی که سر جای خوده این جوابی که در واقع خواهم داشت بذارید برای اون دیگه ننویسم این یک ثابت هست ثابته توی این بنزای ان مساوی با 0 ثابت بعد پی 0 رو بنویسم ان 0 پی 0 پی 0 بگیم هم یک بود بنابراین این جمله اولش همون یک خواهد شد و جمله بعدیش که یک دوم آر دو اینجا اصلا توانهای آر منفی در واقع ندارم همش توان آر به قوه صفر داشتم آر به قوه دو دارم و الاخر پس آر به قوه یک ندارم آر به قوه دو یعنی انش دوه پس ضریب انش که همین یک دوم ضرب در این هست تقسیم بر سی دو آر دو ضرب در پی دو بنابراین باید بنویسم یک دوم آر دو تقسیم بر سی که سر جای خودش سی دو و پی دو پی دو هست یک دوم سه کوسینوس تتا به قوه دو منهای یک و الاخر جمله بعدیش خب آر چهار ظاهر میشه آر 4 پی 4 در واقع داره ببین اینا که آر داره توجه بکنید آر مورد از بعدش ثابته
برای این چی؟ این یکی یک کیوبون دارم تقسیم بر 4 پی اپسیلون 0 اینجا آر هست، یک آروم ظاهر شده، بنابراین اصلا از آر به توان مثبت ها خبری در واقع نیست، آر منفی ها در واقع ظاهر شده، یک روی آر، یک روی آر اینش چنده؟ صرف، فقط پی صرف در این سرد میشه، جمله اول این آر رو میبینید، بعد ببرم داخل این یک روی آر دارم، بعد پی صرف، پی صرف یک بود، بعد جمله بعدی منهای یک دوم بی دو تقسیم بر چی؟ آر سه دارم، آر سه که اینجا هسته اینش دوه، بنابراین پی دو در واقع میشینه، پس یه آر سه دارم، پی دو هم پس یک دوم سه کسینوس تتا بگم به دو منهای یک و بقیه جملات. پس میبینید که برای حلقه داخلی جملات این ضرایب بی ان ها در واقع به وجود اومده، توی این پتانسیل ها رو نگاه بکنید، پتانسیل هایی که برای بزرگتر و کوچکتر نوشتن، برای اون داخلی این بی ان ضرایب آر حقوق من ها به وجود اومده و برای این حلقه بیرونی ضرایب آر حقوق ان ظاهر شده. اینجا میبینید آر به قوه این، آر به قوه صفر، آر به قوه دو، آر به قوه چهار، الی آخر اینجا یک آروم، یک تقسیم بر آر سه و الی آخر داده شده. پس برای یکی در واقع باید معادل دقیقاً از اون رابطه بگیرید، هر آری که در واقع داره معادل در واقع پی اینش رو وارد بکنید، درش ضرب بکنید، این وقت میشه پتانسیل شما ما بین این دوتا. پس کیوپرین هم که داشتیم چی بود؟ کیوپرین بود من های کیو تقسیم بر ای سی او. پس این مقادیر معلوم هستن، بی هم معلوم هست، اونجا نوشتیم آ دو تقسیم بر سی هست، این میشه پتانسیل مربوط به این قسمت. حالا اگر بخوام پتانسیل مربوط به آرهای بزرگتر از سی رو بنویسم برم بیرون، اون وقت برای هر دو باید از چی استفاده کنم؟ از اینی که این زد بزرگتر از یا آر بزرگتر از آر هستش، برای هر دو باید از این استفاده بکنم. خب، بنابراین به این ترتیب پتانسیل در تمام فضا به دست میاد. من اون رو نمی‌نویسم، یعنی فیهای آر بزرگتر از سی دو تا جمله داره، دو تا جمله‌ش هم باید از این در واقع استفاده کنیم، آر بزرگتر از شوهای هر دو حلقه در واقع هست و طبیعتاً همونطور که شما دارید می‌بینید ضرایب یک تقسیم بر آر دو ظاهر میشه. چرا؟ ضرب یک تقسیم بر آر به قوه ان به اضافه یک ظاهر میشه، خیلی روشنه، چون میره این پتانسیل تا بی نهایت باید درست باشه، چون تا بی نهایت باید درست باشه معناش این هستش که آر به قوه ان ها نباید ظاهر بشه، چون بی نهایت رو خراب خواهد کرد، همون یک تقسیم بر آر به قوه ان به اضافه یک توشون ظاهر میشه در هر دو. این مورد نظر من هست در این مسئله خاص. چرا؟ چون من میخوام بگم که پتانسیل حالا روی این کره چقدره، پتانسیل روی این کره با توجه به این بار تصویری میدونم صفر هست، اینو اگر آرش رو برابر با ای بذارید، آر بزرگ برابر ای بذارید، میبینید که پتانسیل روی کره رو صفر خواهد داد، دو به دو اینا هم دیگه رو حذف میکنن و صفر خواهد شد. منتها این پتانسیل در حالت کلی دین این کره و اون حلقه بیرونی درست هست. ما برای اینکه میدان الکتریکی ما بین اینها رو به دست بیاریم باید چیکار بکنیم؟ بیاریم یه مشتق از این بگیریم، و چون من میخوام روی سطح رسانه رو در واقع داشته باشم، بنابراین فقط مشتق نسبت به آر رو میگیرم، چون میدونم میدان عمود بهش هست، در راستای آر هستش، این خواهد شد منهای تی فی به دی آر ضرب در اپسیلون صفر بکنم، سیگما رو به دست آوردم در نقطه آر مساوی با شعاع اون کره. بنابراین این کافی که از این پتانسیل این رو به دست آوردم یه بار مشتق نسبت به آر بگیرم و در منها بکنم که بشه میدان الکتریکی، میدان الکتریک شعاعی در نقطه آر مساوی با ای ضرب در اپسیلون صفر بکنم و در واقع تونستم چگالی بار رو روی این کره پیدا بکنم. این همه اون چیزی هستش که شما باید انجام بدید. این میبینید کاملا استاندارد در واقع هست،
همه چیز شست و رفته، تر و تمیز، همه چیز از صدا از این از این روابط که رو گفتیم در خواهد اومد. اگر بیاد اون سیگمایی که اینجا به دست آورده بود کل کره انتگرال بگیره، بعد بار چی به دست بیاد؟ بار بار کیو به دست بیاد؟ بار چی باید به دست بیاد؟ کیو کیو به دست بیاد؟ ببین بار تصویری در واقع باید به دست بیاد، اون بار تصویری در واقع بار هستش که کره القا شده. بنابراین اگه این سیگما رو یه انتگرال بگیرید به سطح کره، بار کلی که به دست میاد کیو پریم در واقع هست روی کره. این سیگما رو انتگرال بگیرید به کل کره. بله. برای که میخواهد کل فضا بخواهد این اینجا یک نیست که فضا کل فضا که ما از آر بزرگتر از ای و آر بزرگتر از سی به دست آوردن، همین آوردی هستش که اینجا نوشته. یکم داخل کره در واقع هم یه کره رسانه هست. در داخل رسانه میدونه میدان الکتریکی در واقع صفر هستش، بنابراین اونجا میتونیم خود به خود در واقع دست بیاره که میدان چی هست و پتانسیلش ثابت در واقع هست. شرطی به صدا پیوستگی پتانسیل رو در واقع بذارید، یعنی که همین پتانسیلی که اینجا به دست آوردیم به ازای آر مساوی با ای هم درست هست، شرطش رو که اینجا بذارید اون وقت میتونید پتانسیل بگید که در داخل رسانه چیه. ببینید شما حالا یه مسئله معکوس رو در واقع انجام بدید، یعنی که این مسئله رو حل بکنید. برای یه کره، برای یه کره پیدا کردیم اگر این بار اینجا باشه یه بار تصویری باید اینجا بذارید. حالا اگر این به این شکل در واقع نباشه، این باره به داخل این باره بشینه به فاصله مثلا دی از مرکز کره، اما دی کوچکتر از شعاع کره باشه، حالا اینجا به همون شکل قبلی در واقع عمل میکنید دیگه، یعنی یه بار تصویری بیرون از اون محیطی که بار واقعی وجود داره. پس پتانسیل رو هدف کجا هست؟ این هست که پتانسیل در داخل کره رو به دست بیارید. پتانسیل در داخل کره چقدره؟ این و این هم مثلا به زمین وصل شده باشه. یه بار تصویری بعد حالا بیرون از اون کره بگیرید و اون بار تصویری رو پیدا بکنید به طوری که پتانسیل روی این کره رو بگونه صفر و بعد حالا پتانسیل در داخل کره رو تعیین بکنید چی هست. این اون چیزی هستش که درست شبیه اون مسئله که ما برای بار دیرون من کردیم اینجا هم به همون شکل در میاد. بله پوسته کروی هست، یه پوسته کروی رسانه یه بار کیوب در داخلش گذاشتیم، میخوام پتانسیل در داخل این پوسته رسانه در واقع پیداش بکنیم. یه مسئله ما هستش که شما در واقع حلش میکنید. یکم این که فرض بکنید که بازی پوسته رسانه داشته باشید، این رو به زمین بست باشه، یک دو قطبی الکتریکی در بیرون این که امتداد این دو قطبی جاوی تکا میسازه با مرکز این دو قطبی تا مرکز کره یه زاویه تکا میسازه، این رو هم به رست برید پتانسیل در بیرون کره چقدر در واقع هست. در واقع انگار که شما دو تا بار نقطه‌ای دارید،
اینطوری این رو میتونید بگید که یه بار مکانیکی رو هم به مصادیق کیلو و مثلا هم بکنید دیگه تصاویرش رو پیدا بکنید چی هست یه دو قطبی معکوس توی داخل کره در واقع خواهد شد بزنیم بس نباشه و این مثلا جلسه قبل در واقع گفتم به چی میشه شما اگر بزنیم بس نباشه ولی بار کلش صفر در واقع باشه پتانسیلی که در واقع به دست آوردیم جلسه قبل گفتم که هست یک تقسیم بر 4 که اپسیلون صفر یک کیو هست که مورد بیرونه ببینیم تقسیم بر آ به اضافه یک کیو پریم تقسیم بر آر پریم در واقع هست و یک کیوزگون تقسیم بر آر در واقع که کیوزگون رو شما توی مرکز کره گذاشته که هم پتانسیل بکنه کیو کیو پریم هم در واقع پتانسیل بارهای هستن که این کیو پریم بار تصویری اینه اگر بدون بار باشه معنیش اینه که کیو پریم و کیوزگون مجموعشون صفره اصلا لازم نداریم بدونی که پتانسیل سطح نفر ثابت شده توی مسئله مون؟ ببینید توی مسئله مون ببینید توی مسئله مون شما یا به من میگید که پتانسیل این چی هستش که این پتانسیل اگر به شما بگیم که پتانسیل با این کیوزه گنده ارتباط پیدا بکنه که تو مرکز هست کارک اپسیلون زد ای کره هست دیگه پتانسیل این کره در واقع از کیوزگون تقسیم بر کارک اپسیلون زد ای حالا شما دارید میدید که من میام اینجا پتانسیل رو یه پتانسیل مشخصی در واقع میذارم که غیر از این بی باشه یعنی مثلا یه بی پری میشون رو میذارید آقا اگه کنیم سوال میشه دو جو مطرح که این سوال دارم مثلا یکی این توسته با رفتی مثلا ما یه پتانسیل ثابت مستی کنیم مثلا بیسه بعد مثلا که بزه کنیم خواهم تو به دست بگیم درست اگه بزنیم فصل نکنیم بازه یه پتانسیل ثابتی داره اما خاله خاله هم نداره این که مشکل پیش میکنم اگه کیوزگون بذاری پایل خالص در داره کوریجه بشه اینجه مشکل پیش میکنم همسایی یه پتانسیل ثابت هم داره نه شما وقتی میگید پتانسیل بهتون ثابت هست یعنی که در واقع به یه باتری وصلش کردید خب امکان داره با روش بار بشه که بخاطر هم باتریه بعدش بعد بار خالص اون وقت پیدا میکنه اون وقت اون چیزی که در واقع هست دیگه این نیست این جمله دیگه غیر صفر در واقع خواهد شد یعنی که شما یا این قید رو در واقع دارید این قید که این یه باید با کیوزگون اینطوری ارتباط داشته باشه و ارتباط بین کیوزگون و کیوزگون هم اینطوری باشه که بدون بار باشه اگر اینو اومدید یک پتانسیل غیر از این غیر از این چیزی که با این عبارت در میاد اعمال کردید به فریم دیگه اصلا اعمال کردید معناش اینه که بار خالص اون وقت باید وارد بکنید این سیستم دیگه بدون بار دیگه نخواهد بود این کار رسانه این که سن بزنید بس نشده رو بیش پتانسیل دیگه هم بس میشه تام بدن سن که سن آقا پتانسیل بیدن سن بیدن بار توی هم کنه بزنید بشه این پتانسیل ثابت سطح رو چی میذارید شما؟ صفر میذارید نه من پتانسیلی که در واقع فعلا داده شده در واقع میذارم آیم نه نه سن یکی بار خارشن صفر به زمین بس نیست پتانسیلش هم چی هست؟ هیچی پس بار کلش در واقع داره میگه بار کلش صفر این رو بتا میگه پس اون پتانسیلش حتی کنیش صفر دیگه نه پتانسیل صفر میشه پتانسیلش هم یه بی از این رابطه در جده پتانسیل صفر میشه این یعنی اگر شما یه کره ای را آوردید بدون بار یه به اصطلاح یه بار کیوی هم جلوش در واقع گذاشتید پتانسیل این یعنی اگر بدون بار باشه در ابتدا پتانسیلش باید شد این سوزه بود تصویر چهار بیاد سوزه بود و
ولی اگر اومدید این رو غیر از این گذاشتید پتانسیل یه چیزی دیگه گذاشتید، معنیش اینه که حتما یک باری میاد داخل این به وسیله اون پتانسیل ثابت که این رو به اون پتانسیل ثابت نگهش داشتید. اجازه شما هم پاسخ بدم. پس این چیز رو حل بکنیم، دو قطبی رو هم با روش تصویر حل بکنیم. خب ببینید، من اجازه بدید یه روش دیگه رو برای حل مسائلی که داریم استفاده بکنیم برای حل پتانسیل. یه نقطه که مهم هست تمام این روابطی که ما گفتیم، چه روش تصویر، چه روش های مختلف دیگه که راجبش صحبت کردیم، این هستش که ما از قضیه یکتایی داریم همیشه استفاده میکنیم. یعنی داریم میگیم که اگر من پتانسیل رو پیدا کردم که شرایط منظور ارضا کرد، دیگه این پتانسیل تعیین شده است به خاطر یکتایی، قضیه یکتایی که در مورد باشه. این چیزی که ما اینجا داریم به همین یه روشی که بخون بگیم روش یا ضرایب پتانسیل، این هم در واقع خیلی از مواقع به کمک ما میاد برای اینکه بتونیم پتانسیل رو در واقع تعیین بکنیم. این هم باز از این قضیه یک کاری ازش استفاده میشه. توی مسائلی که ما روش مثلا تصویر حل کردیم یا روش مثلا خود حل معادل لاپلاس توی دستگاه مختلف حل کردیم، دیدیم که توی بعض از مواقع که هندسه اجسام خیلی شکیل در واقع هستش و خیلی مرتب و ترتمیزه در واقع تونستیم کارا رو کنیم، ولی اگر این شکل هندسی که در واقع داریم توی رسانه ها خیلی شکل هندسی خوبی در واقع نداشته باشه، خب طبیعتاً این روش ها اصلا به درد بخور در واقع نخواهد بود. تو این مواقع ضرایب پتانسیل به کمک ما میاد که یه اطلاعاتی رو در واقع از توی این روش در واقع دست بیاریم. ضرایب پتانسیل چیه؟ در واقع به من میگه که اگر یه تعداد رسانه‌های کاملا دل بخواه هر شکلی که دوست داره داشته باشیم توی محیط و یه سری بارهایی هم روی اینها باشه، Q1, Q2 و الاخر Qn، پتانسیل رو در بیرون این رسانه‌ها ما میتونیم به راحتی پیدا بکنیم از اینکه پتانسیل روی رسانه‌های آیون از مجموع یه سری عدد PIJ ضرب بر QJ. یعنی در واقع به من میگه که اینها رو قائل باش. این PIJ ها در واقع یه سری کمیت های به صورت هندسی هستن که به شکل این به صورت قرار گرفتن در واقع این رسانه ها بستگی داره. این شکل رو یه خورده جا به جا بکنیم، پی آی جی ها در واقع عوض خواهد شد. پس یه سیستم فیکسی از رسانه ها داریم که دست نخورده است، ثابت هست. یه سری بار هم دیختیم روی این ها به ما میدی که اگر بخوام پتانسیل مثلا رسانه های آیوم رو به دست بیارم، یک ترکیب خطی از بارهای روی این رسانه هاست که اگر من بتونم پتانسیل رو به دست بیارم، چون پتانسیل رو رسانه به من اطلاعات چگالی و اون چیزها رو در واقع میده، هدف اونم به دست آوردن چگالی و این حرفاست دیگه، بنابراین میتونم یه سری اطلاعاتی رو از این رابطه تعیین بکنم. این رابطه ساده ای هست، به این پی آی جی ها ضرایب پتانسیل میگن و به راحته این قابل اثبات این رابطه که با اینجا دارید. چطور میتونید این رو نشون بدید که مثلا پتانسیل رو به رسانه آیوم که ترکیب خطی از این کیو آی ها در واقع هست، پی مثلا آیوم هست، پی
آیه یک توی آیه دو کیو دو و الاخر جمع اینها خواهد شد. برای که اینو نشون بدیم فرض بکنید که من مثلا رسانای جیوم رو داشته باشم، رسانای جیوم روش بار کیو جی باشه، این رسانه بارش کیو جی باشه، بقیه رسانه ها صفر باشن، پس بار روی رسانای جیوم رو من میذارم کیو جی روی رسانای جیوم و بقیه و بقیه رسانه ها کیو آی که آی مخالف جی هستش این ها صفر باشن، پس همه بدون بار هستن جز رسانه های جیوم. خب حالا اگر فرض بکنم که پتانسیلی که توی فضا در واقع وجود داره با این ترکیبی که گفتم فقط بار روی رسانه های جیوم در واقع هست، فرض کنید پتانسیل در فضا باشه فی جی ایکس و وای و زد، در هر نقطه از فضا بیرون این رسانه ها پتانسیل این باشه، پس این یه باری در این نقطه اینجا من پتانسیل رو در نقطه ایکس و وای و زد اینجا پتانسیل رو اینطوری فرض میکنم. خب حالا و این پتانسیل یعنی که شرایط مرزی رو داره ارضا میکنه، یعنی که روی رسانه ها یک سطح هم پتانسیل داره ایجاد میکنه و غیر و غیره بارها رو درست به من میده. و حالا فرض بکنید این بار رسانه های جیوم رو من لاندا برابر بکنم، رسانه های جیوم بشه کیو جی بار جدیدش، این رو میتونید مثلا صفر بذارید بار اولیه رسانه های جدید، لاندا برابر بار قبلیش در واقع بشه، بعدی همونطور صفر باقی بمونه. بعد آرایش کیو جی رو مثلا هم حالت استایی میره قبلی بله اصلا دست نمیزنید آفه من ما ارزن دارو هست و اصلا هیچی رو دست نمیزنید، اینا رو همینطوری سجای خودشون هستن جا به جا نمیشن، فقط یه باری لاندا برابر این بار اولیه در واقع من میریزم روی این همون رسانه جیوم باز. ادعای من این هستش که پتانسیل در فضا میشه لاندا فی جدید در فضا خواهد شد لاندا برابر جی قبلی، این رو بذاره پی صفر. من میگم پتانسیل جدید من همون لاندا برابر میشه در هر نقطه از فضا. چرا؟ فرض ما در ابتدا این بود، این در معادله لاپلاس صفر میکرد، پس بنابراین این هم در معادله لاپلاس صفر میکنه چون لاندا که یه عدده. خب این در واقع به من میگفتش که بار روی رسانه ها را اگه میخواستم حساب بکنم این پتانسیل رو میامدم مشتقش رو حساب میکردم، بعد روی هر کدوم از این رسانه ها یه اپسیلون صفر ضرب میکردم میشد بار مثلا اینجا بار اینجا بار اینجا اینجا و خودش. خب اگر این پتانسیل رو من حالا جدید بنویسم مشتق بگیرم چون این لاندا ثابته همون چیزهای قبلی به دست میاد و سیکماها در واقع بار روی رسانه ها لاندا برابر میشه، بار رسانه اول که صفر بود لاندا برابرش هم صفر میشه و الاخر بار رسانه جیوم که صفر جی بود لاندا برابر سیکماش میشه بنابراین کیوش هم لاندا برابر میشه، پس در واقع اون شرایط مرزی رو دو مرتبه داره به من میده، این فی جدید من معادل لاپلاس صد میکنه شرایط مرز هم در واقع داره به من میده، پس به دلیل یکتایی در واقع تابع پتانسیل همه شرایط رو ارضا میکنه این جواب درسته، پس این لاندا برابر در واقع خواهد شد. اگر کیو رو من لاندا برابر بکنم فی من هم لاندا برابر خواهد شد،
معنای این حرف چی هستش؟ معنای این حرف اینه که پتانسیل ما یه رابطه‌ای با کیوها در واقع داره. پتانسیلی که فضا هستش اگر کیوها رو لانده برابر بکنیم پتانسیل هم لانده برابر خواهد شد. این داره این رو من بگه دیگه. پس معنی این حرف اینه که پتانسیل مثلا رسانای حالا در به طور کلی فی آی که من دارم رسانای آیوم خواهد شد مثلا پی آی جی کیو جی. اگر بار رو در واقع لاند برابر بکنم فی لاند برابر خواهد شد و معنیش اینکه این رابطه خطی در واقع بین فی و کیو در واقع وجود داره. معنی این حرف اینه. حالا اگر بیام به جای این رابطه که نوشتم حالا مثلا یکی از رسانه های دیگر رو بیام همین کار رو بکنم مثلا رسانه های آلفا هم آیوم بود یا رسانه آلفا هم دو مرتبه همین اتفاق سرش خواهد افتاد. یعنی یه جمله به این اضافه میشه متناسب با باری که رو رسانه های مثلا آلفا هم وجود داره. اگر همه بارها رو عوض بکنم باز همین اتفاق خواهد افتاد. یعنی اینکه میتونم این رو به این صورت بنویسم پی آی جی کیو جی در واقع بنویسم از یک تا ال. پس یه چیز خیلی ساده در واقع من کاری که کردم این بود که با این استدلال ساده‌ای که کردم گفتم که اگر بار رو من لاندا برابر بکنم پتانسیل در فضا لاندا برابر خواهد شد. بنابراین یه رابطه ساده بین پتانسیل و بار وجود داره، یه رابطه خطی وجود داره بین اینها که به این شکل بیان میشه. حالا اگه تمام بارها هم یه مثلا سرشون هم همچین کاری رو بکنم به این رابطه خواهم رسید. این رابطه هستش که به من پتانسیل روی کل رسانه ها خواهد داد. یعنی که پتانسیل روی رسانه های اول اگر فی یک باشه فی دو باشه و الاخر فی ال اینو میتونم به صورت یه ماتریس مثلا پی یک یک پی یک دو تا پی یک ال و اینجا هم پی ال ال آره این هم باید بنویسیم در کیو یک کیو دو تا کیو ال در واقع وارد کنیم. این همینه دیگه. این رابطه که من اینجا نوشتم همین رابطه در واقع هست به آی از یک تا ال جی هم از یک تا ال خواهد شد. پس این رابطه میشه نشون داد که ما حالا توی بخش انرژی وقتی بخش انرژی رو در واقع دیدیم از این ضرب پتانسیل هم استفاده خواهیم کرد اینجا میشه نشون داد که این ماتریس پی ها که ضرب پتانسیل هستن یه ماتریس متقارنیه. یعنی که پی آی جی با پی بی آی برابره. میشه نشون داد که پی آی آی ها مثبت هستن. یعنی عناصر روی قطر مثبت در واقع هستن. اینم ما اونجا تو بخش انرژی در واقع نشون خواهیم داد که چرا به این صورت در واقع هست. و یه تعداد قضایای دیگه در مورد به اصطلاح این ضرایب پتانسیل باز برقرار ضرایب پتانسیل خواهیم دید با ضرایب ظرفیت. ظرفیت بود کیو تقسیم بر وی یا کیو تقسیم بر فی. اینو تقسیم بر این بکنید این ضرایب پتانسیل با ضرایب ظرفیت رابطه در واقع داره که اونجا با وقتی بخش فازرها رو در واقع گفته اونجا ارتباطش مشخص میشه. پس ببینید من یه چیز خیلی ساده ای رو یه قضیه خیلی ساده ای رو اینجا گفتیم که پتانسیل یک رابطه خطی با بارها در واقع داره و رابطه خطیش هم همین شکلی که اینجا گفته شد. از این رابطه که این رابطه به پتانسیل روی رسانه هاست این چیزی که اینجا نوشیم پتانسیل روی رسانه هاست. اگر من اینجا بار اینها رو در واقع داشته باشم بار همین اینها رو داشته باشم پتانسیل روی این رسانه رو با توجه به این رابطه بیستم پیدا بکنم که چی هستش. میتونیم از این خیلی از مواردی که قبلا با روش دیگه در واقع حل کردیم این ضرب پتانسیل رو به دست بیاریم.
نه 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 اصلا اینطور نیست. مهم نیست ولی بدون بار هست. ببین همه چیز بدون بار در واقع هست. من اینجا اصلا از راجعه این که توضیح اونا به هم بیخوریم بار اضافه بکنیم توضیح بار اونا رو ولی کل بارشون صفره. همون این شرایط مرزی ثابت میمونه. شرایط مرزی همون شرایط مرزی قبلی هست، یعنی که پتانسیل ثابت، یعنی این پتانسیل ثابت رو به من میده، بار کلش هم که میخوام به دست بیاریم بار کلش هم دوباره رو اون اصلا صفر خواهد داشت. این هم میشه شرایط مرزی داشت، بنابراین اون هم ارضا در رو خواهد کرد. پس دیگاه بکنیم این رابطی که ما به دست آوردیم و بار بستگی در واقع ندارد، اینا یک هندسه در واقع هستن مثل ظرفیت. اینجا همینطوره، اصلا این پی‌آی‌جی‌ها به مقدار بار روی اینها اصلا بستگی در واقع نداره. اون چیزی که مهم هست هندسه این هست، یعنی اگر این رو شما یه جا به جایی کوچیک انجام بدید پی‌آی‌جی‌ها اصلا عوض میشه، یه چیز دیگه به دست میاد. حالا شما در اثبات این رابطه دیگه از استفاده کردی که مثلا نام دو برابر صفر صفر مشتبه توی رسانه های دیگه صفر، ولی اگه یه چیز بین صفر باشه یه چیز نام دو برابر میشه، درسته؟ اگر بار روی رسانه دیگه خب نه اون رو اگر بین صفر در واقع باشه پتانسیل اولیه ما طوری تنظیم شده که بار روی اون رو در واقع درست به من بده، یه سطح هم پتانسیل و یه بار مشخصی به من بده. من به همین خاطر اومدم بار اونا رو صفر کردم که از واقع از شر اونا خلاص بشم. خب من شمولی کاملا برنامه رو درست کردم. من در واقع از خیلی چیزا دیگه استفاده در واقع کردم، از اصل برنامه‌ریزی و این چیزا همه استفاده در واقع کردم. اون جمله دومی که گفتم که اگر مثلا رسانه آلفا اون رو بیام مثلا بارش رو تغییر بدم چه اتفاقی میفته، این کار رو واسهش انجام دادم. یعنی که اومدم بودم که حالا اگر رسانه آلفا اون رو تغییر بدم حالا چه اتفاقی میفته. این پتانسیل جدید من هست، وقتی که جوجه مثلا انگیزه رو تغییر شد پتانسیلش این میشه. حالا رسانه آلفا اون رو بیام بارش رو تغییر بدم برسانم به اون باری که مورد نظرم هستش. و به همین شکل جمله اومدم گفتم که پتانسیل مربوط به این بار هستش و اون یکم میتونه پتانسیل جدید اعمال بکنه که اون کانفیگوریشن یا اون هیکلبندی نهایی من رو برای توزیع بارها در واقع بده. نمیدونم مشکل چی هستش که شما یه خورده چیز دارید، ایراد در مورد دارید چی؟ می‌کنم خیلی چرا؟ چیز رو دور در برنامه کنیم مثلا داریم تغییراتی که توی یه رسانه ایجاد میکنیم اون رسانه دیگه تاثیر میذاریم. اگه تاثیر نذاره میشه برنامه این واقعا شده، اگه تاثیر بذاره باید اثبات میکنیم باید برنامه آره. ولی ببین من دارم میگم که شما نقطه که در واقع اینجا دارید داریم از همون توی گفته در واقع از اصل برنامه‌ریزی ها در واقع داریم استفاده میکنیم و این چیزی که من به دست آوردم اونی توی این رابطه که نوشتم فی آی فقط این جمله رو نوشتم فی آی جی کیو جی که فی آی ها در واقع یه دو ببخشید آیفا یه دوسته و الاخر در واقع هست، این پتانسیل مربوط به رسانه اول و دوم و سوم و الاخره، ولی فقط روی رسانه جیوم داره، جملات دیگه در واقع وجود نداره. مثلا کیو آی دیگه وجود نداره چون کیو آی صفر هست.
من دارم از این استفاده میکنم که میگم که اگر این پتانسیل رو من بارش رو ببخش بارش رو تغییر بدم در نظرمانتا پتانسیل ها لاند و برابر در مورد خواهد شد. گفتم که دلیلش چی هستش که شرایط مرزی رو ارضا در مورد خواهد کرد. حالا همین وضعیت رو بیاییم برای مثلا بار مثلا یا رسانه مثلا آلفا اون این کار رو انجام بدیم. رسانه آلفا اون رو این ترکیب رو در واقع انجام بدیم، یعنی که بار مثلا چی بود؟ صفر آلفا روش بریزیم، بعد این رو مثلا آلفا برابر بکنیم یا بتا برابر بکنیم این بارش رو تا ببینیم که پتانسیل توی محیط چطور تغییر می‌کنه. می‌بینیم که شبیه همین باز تغییر خواهد کرد. نمی‌دونم، من شاید منظور شما رو متوجه نمی‌شم که این چیز کاملا شفاف و روشنی در واقع هست. حالا اگر بازم فکر می‌کنید نکته‌ای در مورد من نگرفتم سوال شما رو، بذارید بعد از کلاس صحبت کنیم. بذارید من اینو تمومش بکنم چشم سوال شما هم جواب میدم. ببینید، پس صحبتی که ما داریم این هستش که بی آی ها رو میتونیم به صورت ترکیب خطی کیو آی ها در واقع بنویسیم که کیو آی ها بارها روی مثلا رسانه ها هستش و پتانسیل روی رسانه ها به این ترتیب به همدیگه ارتباط پیدا میکنه. اگر بیاییم مثلا این مثال خیلی ساده ای رو اگر شروع بکنیم انجامش رو ببینیم، مثلا این فرض کنیم که رو کنه رسانه داشته باشیم برای شکلهای هندسی ساده. خب طبیعتا شما میتونید در واقع این پی آی ها رو پی آی جی ها رو در واقع به دست بیارید که چی هستش. اما اگر شکلها عجیب و غریب بشه اون وقت این روابط درست هست اونتا معمولاً اینها رو یا با روش عددی حل میکنن یا با آزمایش حل میکنن که بالاخره این پی آی جی های مثلا یه شکل شما دو تا رسانه این شکلی در واقع داشته باشید، یک کیو یک بود این یک کیو دو بود این باشه، ذرای پتانسیل رو که میخوایم تعیین بکنید خب طبیعتاً این یه چیز عجیب و غریبه. کافیه که پتانسیل اینها رو تعیین بکنید با اندازه‌گیری مثلا آزمایشگاهی و بعد توی این روابط بذارید تا این پی آی جی های دست بیاد، چون که میتونید به صدا از اون روابطی که بین پی آی جی ها گفتم برقراره استفاده بکنید، یعنی که از تقارنشون چیزایی که در گفتم استفاده بکنید تا این ضرایب در واقع تعیین بشه. اما اگر شکل هندسی ساده ای رو در واقع داشته باشه اون وقت شما به راحتی میتونید پتانسیل ها رو مشخص بکنید. اگر فرض کنیم که همچین شکلی دو تا کره مثلا به شعاع فرض کنید R1 و R2 اینجا داشته باشید تا بخواید ضرایب پتانسیل در واقع تعیین بکنید، یعنی که پی آی جی های این رسانه اول هست این رسانه دوم، بخواید P1, P2, P1 و P2 رو از دو تا رسانه دارید، چهار تا مؤلفه در واقع هست دیگه، اینا رو را که به دست بیارید کافی هستش که بیایید همون کاری که گفتم انجام بدید. یعنی که مثلا فرض کنید این بار Q1 رو داخل این رسانه میریزید، این رسانه بدون بار باشه، پتانسیلش رو توی فضا به دست بیاریم و از جمله روی این رسانه و این رسانه، برای اینکه روی این رسانه و این رسانه پتانسیل رو دست بیاریم پتانسیل با بین اینها رو اگه بنویسید کافیه دیگه. مثلا اگر بار Q1 اینجا باشه پتانسیل این رسانه در واقع داره میدونیم، پس Q1 تقسیم بر 4 که اپسیلون 0 R1 میدان الکتریکی اینجا رو پیدا میکنیم، از قانون گاوس پتانسیل این وسط پیدا میشه. پتانسیل این یکی کره چی میشه؟ وقتی که بار Q1 رو میگیریم پتانسیل این رو بار Φ2 هست چی؟ پتانسیل این رو میکنه؟ میشه چی؟ Q1؟
تقسیم بره بارش که هست چیز هست اپسیلون رسیم که باید باشه بعد چی؟ آردو میدان الکتریکی این بسر بود کیو یک تقسیم بره چهار پی اپسیلون سه آردو دیگه یه انتگرال از اینکه بگیم با علامت منفی پتانسیل این وسط رو هم میده حالا این خواهد شد خب خود این به من تمام مسئله رو را مشخص میکنه که چی هستی این در واقع هستش فی یک بود پی یک یک کیو یک به اضافه پی یک دو کیو دو کیو یک من از چی؟ کیو یک کیو دو من هست صفر پس پی یک یک پیدا شد پی یک یک هست یک تقسیم بده چار پی اپسیلون صفر آر یک پی دو هم هستش پی دو یک کیو یک به اضافه پی دو دو کیو دو درست؟ این که صفر بود این هم بود چی؟ کیو یک این مسئله من این کیو یک بود بنابراین به این ترتیب باز پی دو یک هم پیدا میشه پی دو یک میشه یک تقسیم بر چهار پی اپسیلون صفر آر دو میشه این پی دو یک با پی یک دو برابره چطور میتونیم اینو توی این مسئله خاص نشون بدیم؟ اینه که الان بارها رو جابجا بکنید اینو باردارش بکنید اینو صفرش بکنید اون رابطه همیشه درسته من حالا این یکی رو بدون بار میکنم اون یکی رو باردار میکنم یعنی اینکه این حالا شد صفر این شد مثلا کیو دو برات کنید کیو دو بریزید داخلش اینم بارش صفره همین روابط به مورد هندسی که عوض نشد مثل همون برواقع هسته برای این وضعیت پتانسیل داخل کره برای این کره پتانسیل چی میشه؟ یک کره باردار دارم داخل این کره داخلی هم به طور بار هست میشه دو مثلا یا فیگه پتانسیل این هست در این وضعیت در این وضعیت این فیگه که این فی دو فیگه که من چقدر میشه؟ کیو دو بار پی اپسیلون سه چی؟ آر دو فیزیک دو تون ضعیفه آر دو این مال فیزیک دو ها آر دو نه آر یه این یک کره است بارد که داشته باشه پتانسیل داخلش همه ثابته به رسانه که داشته باشیم بار کیو یک بریزیم روش در داخل همیشه ثابته مقدارش برابر با پتانسیل روی خود همون کره است دیگه باری دیگه وجود نداره این در این وضعیت باز به پی یک یک کیو یک پی دو پی یک دو کیو دو توی این وضعیت کیو یک صفره کیو دو هم هست کیو دو پس پی یک دو به دست میده یک تقسیم بر چهار پی اپسیلون سه آر دو همون پی دو یکه و فی دو چی میشه؟ پتانسیل روی این الان گفتید همونه همون کیو دو تقسیم بر چهار پی اپسیلون سه آر دوه که این میشه پی دو یک کیو یک به اضافه پی دو دو کیو دو کیو یک من صفر بود کیو دو من بود کیو دو پس پی دو دو چی میشه؟ یک تقسیم بر چهار پی اپسیلون سه آر دو ببینید یه چیز خیلی خوبی که به دست اومد اینجا اینه که پی یک دو که با پی دو یک برابر بود با پی دو دو هم برابره
این شکلی که ما اینجا داریم ذره پتانسیل پی دو دو با پی یک دو برابر شده، اما پی یک یک متفاوته، پی یک 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 تقسیم بر آر یکه. اگر چون این مثلا رسانه های دوم کاملا رسانه اول رو پوشش داده، کاملا پوشوندادش، توی همچین وضعیت هایی که یه رسانه رسانه دیگر رو کاملا میپوشونه، اون ضرایبی که مربوط به اون رسانه های پوشش دهنده در واقع هست، پی دو دوش که مربوط به خودش هستش، اون برابر با اون ضریب در واقع پتانسیل متقابل بین یک و دو هست. ضریب پتانسیل متقابل یعنی پی یک دو و پی دو یک، اینا اصطلاحاً ضریب پتانسیل متقابل هم بهش میدید. بنابراین اما اگر این پوشش در واقع ندنه باشه، دو تا کره کاملا مجزا باشن، اون وقت چیز دیگه به دست های ما بود. ببین بذارید یه مثال دیگه بزنید تا این یه خورده روشن‌تر در واقع بشه. فرض بکنید که یک کره اینجا من داشته باشم به شعاع مثلا A، یک بار نقطه‌ای هم اینجا داشته باشم Q، میخوام پتانسیل رو در روی رسانه روی این رسانه‌ای در واقع پیدا بکنم که چی هست. پتانسیل روی این رسانه رو از طریق ضرایب پتانسیل میتونم اینطوری فرض بکنم که این بار نقطه‌ای یه پوله کوچیکی هست که روش بار کیو قرار گرفته. بنابراین یه رسانه اینجا دارم، یه رسانه هم اونجا در واقع دارم. میتونم پتانسیل این رو مثلا این رو بنویسم شماره یک، این رو بنویسم شماره دو. به این کیو کاری نداشته باشید که چی هستش. یه رسانه اینجا دارم، یه رسانه دارم، میخوام ضرب پتانسیل این سیستم رو به دست بیارم، پتانسیل ها رو در واقع روی این و این نقطه پیدا بکنم که چی هست. خب من میتونم بگم که فی یک هست که این رسانه هست، پس پی یک یک کیو یک به اضافه پی یک دو کیو دو، و فی دو هم هست پی دو یک کیو یک به اضافه پی دو 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 دو. این طبق اون قضیه که در واقع نشون دادیم که درست هست، ضرایب پتانسیل بین این رسانه ها این به این شکل در واقع در بیاد. حالا من این رسانه که خیلی کوچیک در واقع هست، شوهاش به سمت صفر در واقع می کنه، کارش ندارم، این رو بزنیم کنار. یه رسانه اینطوری داریم، یه رسانه کوچیک هم اینطوری داریم. این رو میام بار مثلا کیو یک رو این میزم، این هم بدون بار باشه، این هم بدون بار خیلی کوچیک. حالا یه کره باردار کیو اینجا دارم، اینجا رسانه دوم هم بدون بار. پس بیریم از دیگر این صفره، این هم صفره، دارم پی یک یک کیو یک پی دو یک کیو یک، پتانسیل روی این کره ها هست. اما پتانسیل روی این کره که اینجا هست که شوهاش ای بود، این هم خیلی ریز هستش، پتانسیلش رو میتونم به راحتی بنویسم. پتانسیل توی این کره که بار کیو داره میشه چی؟ کیو یک تقسیم بر چهار پی اپسیلون صفر ال. پتانسیل رو این یک نقطه هم در این نقطهشون خیلی کوچیک هستش، پتانسیلش رو میتونم برای این کره بنویسم. چی هست؟ یک تقسیم بره چهار پی اپسیلون سه فاصله دیگه، فاصله این تا این معلومه دی. درسته؟
یک کره باردار داشته باشیم تا خوب توسعه‌اش در بیرون کره به دست بیاریم این میشه. پس این هم مربوط به این شد. از این دو تا رابطه ببینید به راحتی شما میتونید پی 1 رو بگید که از 1 تقسیم بر 4 پی اپسیلون 0 ال، پی 2 1 هم هستش 1 تقسیم بر 4 پی اپسیلون 0 دی. پس این تعیین شد. حالا چون پی 2 1 با پی 1 2 برابر هستش، برگردیم به مسئله اصلیمون. ما هدفمون از این مسئله این بود اگر بار پی 1 رو بذاریم پتانسیل رو این کره چیه؟ این مسئله معکوسش رو میدونستیم، مثلا اومدیم روی این باردار کردیم اینو به دسته، اما اینجا به بار بذاریم پتانسیل رو این کره چی هستش رو خیلی راحت نمیتونیم بگیم چی هست. اول از این میتونیم استفاده کنیم که چون پی 1 2 با پی 2 1 برابر هستش، حالا برگردیم این رسانه رو بار کیو 2 روش میریزیم که کیو 2 همون کیو هست و پتانسیل در این نقطه رو به دست میشه مساوی هستش با اینکه کیو 1 صفره چون این رو بدون بار کردیم، این یک بار رو کیو 2 داریم، کیو 2 هست پی 1 2 نداره کیو، کیو 2 همون کیو هست و پتانسیل روی رسانه اول به این ترتیب به دست میاد. پی 1 2 هم که بودش همون پی 2 1 که هست 1 تقسیم بر 4 پی اپسیلون 0 پی زد داره کیو. من نشون ندادم این رو، این رو نشون ندادم، گفتم که این ماتریس در واقع پی آی جی ها در واقع متقارن هستش. این رو تو بخش انرژی در واقع خواهم گفت، از اون انرژی استفاده میکنم چرا در واقع ثابت هست این یک فرم هستش، این ماتریس متقارن. بنابراین پی یک رو بنابراین پیدا کردیم دیگه، پتانسیلی که دنبالش بودیم پتانسیل مربوط به این کره بود، اگر یه بار نقطه ای تو اینجا بذاریم پتانسیل رو این کره هستش کیو تقسیم بر 4 پی اپسیلون 0 دی. این اصول بود که شاید از اون روابط قبلی هم که در واقع گفته بودیم میتونستیم بهشون بدیم که این هست. از مثلا مدل لاپلاس استفاده بکنید، حل مدل لاپلاس بکنید و به دست بیارید پتانسیل روی کره چی هست. یا اگر یادتون باشه یه قضیه هم چند وقت پیش من گفته بودم، قضیه میانگی، از اون قضیه میانگی هم استفاده بکنید پتانسیل رو تعیین بکنید. باز به همین شکل در واقع رسیدید پتانسیل روی کره در واقع باز این هست. اون بود دلیل بار داشته باشید پتانسیل روی کره فرضی متوسطش برابر با پتانسیل در مرکزش باشه. این هم در واقع نشون داده بود. پی دو دو در واقع من اینو تکلیفش مشخص نکردم، اونم در واقع شما باید بیایید رساناتون رو اگر پتانسیل رو بخواید پتانسیل رو اگر آرش رو مثلا صفر در واقع بدید این بار رو پتانسیل بی نهایت در واقع از روش در میاد. بنابراین اصلا اون استفاده کردن از این هیچ جایی در واقع نداره که بخوام پی دو دو رو تعیین بکنیم، چون خوش در واقع این رسانه که ما اینجا تعیین کردیم و بعد ابعادش رو بگیم که چی هست. یه نکته خیلی مهمی که در واقع وجود داره این هستش که شما اگر دو تا کره اینطوری در واقع داشته باشید، یعنی این مثلا A باشه این B باشه، اونجا بی رو به سمت صفر در واقع بگذاریم، حالا برای این در واقع به دست بیاریم پتانسیل ها را، این روابطی میتونید به صورت معمولی برای این دو کاره بنویسید. بوتا مشکلی که اینجا در واقع داره اینه که وقتی شما بار رو این میذارید پتانسیل رو این درسته که ثابت در واقع هست، ولی که این رو پتانسیلش رو در یک نقطه است خود این اثر میذاره روی توزیع بار این و اصلا خراب میکنه. یعنی حتی برای این مورد خیلی ساده شما پی آی جی ها رو نمیتونید تعیین بکنید،
یه هندسه های خاص و ویژه در واقع هست. اگر این دوتا رو به اندازه کافی از هم دور بکنید، دوتا کره رو از هم دور بکنید، فاصله بزرگ بشه، اون اثرات متقابل اینها صفر قرار بشه، میدونید اون وقت ضرر پتانسیل تعیین می‌کنه، یعنی پی 1 1 و پی 2 2 رو میتونید تعیین در واقع بکنید. ولی اگر به هم نزدیک بشه، باز به مرتبه چیز خاصی رو نمیتونید به دست بیارید. این روابط تماکن سر جای خودشون برقرار هست، اونتا اینو یا باید به روش عددی یا به روش در واقع اندازه‌گیری پتانسیل ها در واقع اون ضرر رو تعیین بکنید. با روش ساده‌ای که من بیام ضرب و تقسیم بکنم پتانسیل رو اینجوری من تعیین می‌کنم، از یه داده‌های دیگه استفاده می‌کنم، جایگزین می‌کنم. اینجا نمی‌تونم از داده‌های استفاده بکنم برای این مسئله. بنابراین همینطوری باقی می‌مونه. دست نمی‌خوره بهش. از این روش درک بله. رسان برای توفیق داشته باشیم. نه. بله. فقط برای رسان رو اینجا ببینید، من اومدم به همین خاطر گفتم که این بار نقطه ای رو با یه رسانا جایگزین کردم. خودم شبیه یک رسانا در واقع هست، بنابراین میتونم این کار رو باش بکنم. همون اگر ابعادش پنج رو بکنم، اون وقت در پتانسیل دیگه به درد نخواهد خورد. این مورد هم فقط برای رسانه ها رو استفاده میکنیم ازش. یه مشکل دیگه رو باز بذارید من اینجا بهتون بگم. همین مسئله که اینجا حل کردیم که دو تا رسانه های با پوسته کروی در واقع بودن، یکی آر یک بود، یکی آر دو، من ضرر پتانسیلشون پیدا کردم، پی آی جی ها رو برای این دو تا رسانه رو پیدا کردم. اگر این رسانه دومی رو من بیام یه خورده گوشت بهش بدم، گوشت داشته باشه، آره دیگه، فقط استخون نباشه، یه خورده اینجا مثلا زخامت داشته باشه، آرسه باشه، برای این پتانسیل این یه رسانه یک هست، یه رسانه دو در واقع هست، اینه دو تا رسانه، ولی دیگه اون پوسته نیست، یه مقداری زخامت در واقع داره. با این زخامت شما ضرر پتانسیل حالا به دست بیارید. ضرر پتانسیل همون رابطه‌ای که اینجا نوشتیم برای این دو تا رسانه درسته، اما پتانسیل رو باید درست حالا تعیین بکنید. پتانسیلی که ما داریم باید درست تعیین بکنید، یعنی اینجا کیو یک می‌ذارید، اینجا مثلا یک کیو دو می‌ذارید، مثلا یک کیو یک یک کیو دو اینجا می‌ذارید، بعد بگید که پتانسیل این وسط‌ها چی میشه. وقتی این پتانسیل وسط رو داشته باشید، پتانسیل رو این و این رو دارید دیگه. این پتانسیل این وسط رو اول باید تعیین بکنید که چی هست. اون نکته که گفتم که باید یه اطلاعات دیگه هم وارد قضیه بکنید تا بتونید این ضرر پتانسیل تعیین کنید، وگرنه همینطور خود به خود به دست نمیاد. یا باید آزمایش بکنید، یا اینکه به هر حال کارهای به اصطلاح حل عددی در واقع روش انجام بدید. شما حتما بلد هستید که پتانسیل رو اینجا به دست بیارید. دو تا کره، این دو پوسته، کی بلد نیست؟ دو بندازمش بیرون. کی بلده؟ پس نصفتون بیرون. ببینید آخه اینطوری نمیشه که شما بلد نیستید این کره رو حل بکنید، پتانسیلش پیدا بکنید، بلد نیستید؟ فیزیکش چیه؟ فیزیکش بلدی؟ فیزیکش چیه؟ یکی تو فیزیکش بلدی میگه شما گفتید؟ اینجا هم بودید همین سنفره که اینجا نشستم بسنم یکی از اینا بود هم اولمپیادی اولمپیادی کیه؟
پس حل بازی هست این رو حلش بکنه نه دیگه دو دقیقه وقت داشت حل امتحان داشتیم پس از تو رو چی داشتیم؟ فیزیکسی که خیلی تو از این چیزا داشتیم دیگه تردیم نه برمیم بوش خیلی قشنگی، مو بهش خواهیم رسید اصلا توی ترم بعد، اصلا تمام الکترومغناطیسی تو همش موج میده ما چیز دیگه نداریم، همش موج میده خب، چی حل کرد؟ من یه سوال خیلی ساده کردم یک اینجا داریم، یک کیو دو رو این رسانه داریم خب؟ حالا پتانسیل رو در تمام نقاط فضا به دست بیاریم بین R بین R1 و R2 بین R2 و R3 و R بزرگتر از R3 چی میشه؟ فارمول دوس می نویسید؟ حل نمیشه حل نمیشه حلش میکنید پتانسیل اینجا به دست بیاریم این فاصله دو تا که هم پتانسیل اینجا رو به ما بده هم پتانسیل اینجا رو به ما بده دفعه بعدی فرصه بده اگر حل نکرده باشید سه نمره ازتون کم میشه چون این خیلی ساده است کسی پای دفعه نمی‌نویسه کسی این حل این مسئله رو پای دفعه نمی‌نویسه چون من خوب سوال کنم و شما کسی خیلی سوال میدونید شاید شما رو بیارم پای دفته شاید یه وقتی این کلاس همون نشده کلاس همون شروع شده کجا شروع شده هنوز خیلی مونده کارتون رو متوجه نشده داشته باشید و بارها تغییر بدید ما میدونیم که پتانسیل مثلا پتانسیل با همون باره در واقع تغییر کرده مقدار بارش اون وقتی تغییر کرد پتانسیل در اون نقاط هم ولی اینکه در تمام نقاط به صورت کامل در ما داشته باشید نه نداریم بله اصلا این رابطی که من اینجا نوشتم یه آی مصالحه آی منظورم رسانه‌های آیون هست قابلش نه همین هم بله قابلش فقط در همین تنگیم نه 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 هیچ شما اطلاعاتی نه فقط روی رسانه میگه که اطلاعات کمی نیست البته با این که بخش انرژی خود همین رسانه ها مهم در واقع میشن بقیه فضا اصلا مهم نیست بنابراین این اطلاعات خوبی هستن پس یادتون باشه امتحان شما تا اول روش تصویر هست اون که دیر رسیدم تصویر به بعد به این چیزایی که من امروز گفتم توی امتحان نیست پس سعی نکنید اینا رو بخونید سعی کنید تبدیل رو بخونید پس اونا رو خوب یاد بگیرید تو مشکل رو بخونید امتحان هم ساعت نه صبح در آنفیتئاتر دانشگاه